وصیت مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، از سنگر داغ نبرد به فرزندان و عساکرش. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال تلیپرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. با نقل از صفحات اجتماعی، وصیت مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، به فرزندان و عساکرش: مطمئن باشید که من تا آخرین نفس در کنار شما میمونم و از شما حمایت میکنم، و اگر احیانا به دست مزدوران خارجی شهید شدم، در همان جا برایم یک قبر درست کرده و در همان جا دفن کنید و نشانه کرده بروید. در همین حال خبرگزاری افق در یک خبرنامه می نویسد: محقق برای تشکیل جبهه مشترک با عطا محمد نور و دوستم اعلام آمادگی کرد. محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و مشاور ارشد ریاست جمهوری برای تشکیل جبهه مشترک با عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم اعلام آمادگی کرد. محقق روز یک شنبه 23 جوزا در پیام در صفحه فیسبوک خود نوشته است: از پیام جناب عطا محمد نور که خواستار وحدت میان خودشان و مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و این جانب شده در چوکات نظام جمهوری اسلامی حمایت می نمایم. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در یادداشت در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که او دوست دارد در مشوره با هماهنگی با عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری و محمد محقق، مطابق یک پالیسی روشن بدون شکل دهی حکومت ملک طوایفی، برای دفاع از سرزمین خیش به پیش برویم. این سه نفر در زمان حاکمیت طالبان هم از جمله سران و فرماندهان جبهه شمال بودند. با باور برخی ها، نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا با راهنمایی و هماهنگی با جبهه شمال قادر شدند که آسانتر اهداف مؤثر نظامی طالبان را در شمال از بین ببرند و سرانجام حکومت این گروه ساقط شود. نور در ادامه یادداشت خود نوشته است که مارشال عبدالرشید دوستم حق دارد تجهیزات و امکاناتی را که از برخی کشورها به دست آورده است به نمایش بگذارد و از آن در دفاع از وطن استفاده کند، اما ما به دفاع جمعی و بسیج کلان نیاز داریم. گفته می شود طی روزهای اخیر آقای دوستم در ولایت جوزجان عملیات را علیه جنگجویان طالبان رهبری می کند. آقای نور در این یادداشت از سقوط ولسوالی ها طی هفته های اخیر نیز انتقاد کرده است و نوشته است که قدرت، ثروت، امکانات، تجهیزات و دستور جنگ را حکومت در اختیار دارد، اما به گفته او نمی دانند که چه کنند. نور گفته است که در کنار ضعف در سوق و اداره، حسادت، تنگ نظری و بخل نیز در دستور کار حلقه های قرار دارد. والی پیشین بلخ افزوده است که بدون شریک سازی دیگران در تصمیم گیری ها و سهمدهی به تمام اقوام و طرف های دخیل در قضایای کشور و بدون علاقه و تصمیم به شکل دهی اجماع ملی، ممکن نیست به صلح، آرامش و مهار دشمن نائل آییم. او گفته است که بر بنیاد پالیسی جدید حکومت، آن شمار ولسوالی های صعب العبور که ظرفیت دفاع و اکمال نیرو در آنجا دشوار است تخلیه می گردد، اما این کار باید در مشوره با مردم محل و فرماندهان محلی صورت گیرد تا
از آسیب رسیدن بیشتر به مردم جلوگیری صورت گیرد. اخیراً چندین ولسوالی و پاسگاه های بیشبار نیروهای دولتی به دست طالبان افتاده است. نیروهای دولتی از برخی از ولسوالی ها بدون درگیری عقب نشینی می کنند. در برخی از ولایات هم این نیروها با سلاح و مهماتشان به طالبان تسلیم شدند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، با تأکید بر لزوم اتحاد در این کشور گفت که سیاست واگذاری شهرستان ها به طالبان یک اشتباه جبران ناپذیر است. با گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، با اشاره به تشدید حملات طالبان گفت اکنون وقت یکی شدن است، همدست شدن و استادن در برابر دشمن مشترک است. وی درباره راهبرد عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی و واگذاری شهرستان ها به طالبان نیز اظهار داشت. راهبرد تسلیم شهرستان ها به طالبان تحت هر عنوانی که باشد اشتباه جبران ناپذیر است. رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تصریح کرد اگر به این فکر هستید که با تسلیم شهرستان ها می توانید از مراکز ولایت ها دفاع کنید، باز هم در اشتباه هستید. مارشال افغانستان خطاب به نیروهای امنیتی افزود اگر این راهبرد دولت است و در اختیار شما قرار گرفته، پس چرا بدون تلفات شهرستان ها را تسلیم نمی کنید؟ چرا صدها وسیله نقل نظامی نیز تسلیم شده؟ چرا روزانه ده ها جوان کشته می شوند؟ مارشال عبدالرشید دوستم در ادامه نیز از بزرگان افغانستان خواست تا پیش از آن که دیر شود در کنار نیروهای امنیتی بیستند و خاک و جغرافیای این کشور را حفظ کنند. وی تأکید کرد هر راهبرد و قراردادی که خاک افغانستان در آن معامله شده باشد را نباید بپذیریم. با هم می توانیم. تاریخ ما شاهد است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.